امروز میخوایم با هم دیگه حرکت زیر بغل دمبل تک خم یا زیر بغل تک دمبل روینگ رو با هم دیگه صفر تا صدش رو بررسی کنیم، ببینیم که توی هر زاویه به کجا فشار میاره و ضریب آسیبش رو هم با هم بررسی کنیم و ببینیم که توی چه حالتی میتونه خطرآفرین باشه. با من همراه باش. خب نکته اولی که توی این حرکت هست، خیلی با نیمکت حرکت رو اجرا میکنن، مثلا پاشون رو به این شکل میذارن روی نیمکت، خیلی هم پاشون رو روی نیمکت نمیذارن. هر دو حالتش درسته، یعنی اینکه من میتونم پامو روی نیمکت نذارم و فقط دستم رو بذارم روی نیمکت، ولی به طور کلی واسه اینکه بخوایم شرایطمون رو استیبل تر کنیم و بتونیم کاملا با تمرکز خیلی زیاد به وزن و زیر بغلمون فقط فکر کنیم، به نظر من پا روی نیمکت باشه خیلی بهتره. نکته اولش که باعث میشه من آسیب ببینم یا نبینم اینه که کمرم رو در راستای طبیعی خودش حفظ کنم، یعنی قوس طبیعی کمرم رو حفظ کنم و سرم پایین باشه. این نکته اولشه و بقیه پشتم هم ناخودآگاه صاف میشه. دومین نکتهش اینه که زمانی که دمبل رو میخوای بیاری بالا یا ببری پایین، خیلی با ضربه نباشه که به مفصل آرنج فشار وارد شه. خب من پوزیشنم رو درست میکنم. حالا میریم سر نکات این که حرکت رو به چه شکل صحیح اجرا کنیم. نکته اولش اینه که من باید دامن حرکتیم کامل باشه و حرکت صرفا با بازو اجرا نشه، بلکه با عضلات انقباض عضلات پشت اجرا بشه. به آرومی میارم کنار بدنم و به آرومی تا ته میبرم پایین. تاب نمیدم دمبلم رو، به سمت جلو نمیبرم، به سمت جاذبه زمین میره پایین. به آرومی با انقباض عضلات پشتی بزرگ میاد بالا. خب حالا اگه بخوایم به قسمت بالای پشتمون فشار بیشتری وارد کنیم، همین حرکت رو دمبل رو کمی به سمت بالا میکشیم. ببین به چه شکل. خب دمبلم رو دیگه این سری به سمت عقب نمیکشم، میکشم به سمت سینه هام و آرنجم یکم باز میشه. زمانی که به این شکل حرکت رو اجرا کنم، بیشتر فشار به قسمت بالای پشت من، کول میانی و دلتوید خلفی وارد میشه. و نکته آخری که میخوام بهت بگم اینه که خیلیا توی این حرکت یه چرخش انتهایی انجام میدن. ببین به این شکل. اینکه این چرخش انتهایی واقعا لازم نیست. من همین که با انقباض عضلات پشت حرکتم رو انجام بدم، دیگه نیازی نیست که بخوام بچرخم، چون هر گونه چرخش و هر گونه حرکات‌های انفجاری میتونه به ستون مهره‌های من آسیب وارد کنه. پس ما هم دیگه 0 تا 100 حرکت دمبل خم رو بررسی کردیم و نکات آموزشیش رو هم دیگه دیدیم. امیدوارم که این ویدیو به کارت اومده باشه و از این به بعد حرکت رو اصلاح کنی. ممنون که با من همراه بودی. خدا نگهدار.